بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدا و با سلام و ادب و وقت بخیر حضور شما بیننده عزیز، خانواده گرامی و هموطنان ارجمند، یک بار دیگه حضور پررنگ و پرنور و درخشان شما بیننده عزیز و خانواده گرامی را در برنامه اخلاق در خانواده خوش آمدید عرض میکنم. امیدوار هستم هر کجای دنیا که هستید خوش و آرام و سعادتمند باشید و از امنیت کامل روحی و روانی برخوردار. قبل از اینکه شما به بیننده برنامه اخلاق در خانواده، برنامه 124 برنامه اخلاق در خانواده این هفته و امروز باشید، خواستم که چون در آستانه حلول عید سعید قربان قرار داریم، من هم به نوبه خود این عید سعید قربان را برای شما و برای همه هموطنان عزیز و همه مسلمانان سرتاسر دنیا تبریک عرض بکنم و البته جرأت تبریک گفتن این عید سعید بزرگ قربان در همچو شرایطی که در کشور ما قرار داره یک مقداری واقعا جرأت اخلاقی میخواه، چون از 14 به این طرف است که کشور عزیز و بلاکشیده ما افغانستان در آتش جنگ میسوزه و در واقع به یک ماتم سرا تبدیل گردیده. ولی نظر به شعائر دینی و مذهبی ما که از فرایض دینی ما هست، ما بالنوبه این عید سعید قربان و این ایام و لیال بسیار ارزنده و مبارک به پیشگاه شما خانواده‌های عزیز و همه هموطنان گرامی و تمام کافه اسلام و مسلمین تبریک عرض میکنم و معنا و مفهوم تبریک یعنی با برکت از خداوند بزرگ آرزو میکنیم که برکات و نعمات خداوند انشاءالله بدرقه راه همه شما باشه، خصوصا کشور عزیز و بلاکشیده ما افغانستان. از خداوند تبارک تعالی التماس میکنیم که از این بیرحم صیادان رهایی کی بود ما را، و امیدوار هستیم که به قداست این فریضه مهم عید سعید قربان خداوند بزرگ توفیقات عنایت فرماید تا نوشت واقعی به سرنوشت کشور عزیز و بلاکشیده ما افغانستان این کشتی به خون بنشسته طبق رضای خودش مقرر باشه، چون از حدود و ثغور فکری و سیاسی گذشته. به هر حال دوستان عزیز، برنامه های اخلاق در خانواده سه شنبه شبها طبق معمول همیش از ساعت 8 الی 9 شب به وقت تورنتو کانادا از طریق تلویزیون شبکه جهانی امید 24 پخش و نشر میشه. این برنامه اخلاق در خانواده ممکن تا سه‌شنبه آینده چند بار تکرار و یا بازپخش داشته باشه و ضمناً شما میتونین همه برنامه اخلاق در خانواده را از طریق یوتیوب و فیسبوک نیز بیننده باشید با فرصت های دلخواه خود شما. امروز اگر موضوع مورد بحث را خدمت شما به عرض برسانم، مسئله داشتن اعتقاد سالم برای خوشبختی خانواده هست. ما از چندین هفته به این طرف است که در رابطه با رمز و رازهای خوشبختی خانوادگی و کلیدهای خوشبختی خانوادگی ما مطالب بسیار ارزنده و سودمند به تفصیل به خدمت شما خانواده عزیز و بیننده گرامی پیشکش داشتیم که گفتیم در برنامه قبل
خوشبختی که ما رمز و رازهای خوشبختی را به او توأم میسازیم و مطرح میکنیم، در واقع خوشبختی یک نوع نعمت بزرگ خدا داده است که برای ما انسان ها که باید او را قدر بکنیم و کوشش کنیم که در مو ساحل خوشبختی قرار بگیریم. هر کس، هر انسان، هر فرد و یا هر خانواده دوست داره که به ساحل خوشبختی قدم بگذاره و این رمز رازهای داره. ما در هفته های قبل چندین یکی از این رمز رازهای خوشبختی یا کلیدهای خوشبختی ره ما مطرح داشتیم و صرف برای از که یک یادآوری باشه، عناوینی را خدمت شما که در گذشته صحبت کردیم عناوینش نام میبره. یکی از رمز و رازهای خوشبختی مسئله عشق بود، مهر بود، محبت بود، مهرورزی در خانواده بود، بین زن و شوهر و بین اعضای خانواده. دومین رمز و راز خوشبختی خانواده مسئله احترام بود، سلف استیم هست، احترام. احترام، اگر کسی به کسی احترام میکنه، همسر با همسر احترام میکنه، به معنای خوردی کردن از او یا به معنای تملق و مداهنت نسبت به همسرش نیست، بلکه هر کسی که نسبت به هر کس احترام قائل باشه در واقع معنی و مفهوم احترام رو خودش میفهمه، یعنی خودش قابل احترام است، لیاقت احترام گذاری را خودش داره که برای دیگه ها احترام قائل میشه. اینا را صحبت کردیم. هر یکی از این رمز و رازهای خوشبختی ما حداقل یک جلسه یا دو جلسه ما به این صحبت کردیم، بلکه بیشتر. رمز و راز دیگه خوشبختی خانوادگی نظام خانوادگی بود. ببینیم اگر در خانواده نظم و نسق نباشه، دیسپلین نباشه، پس اون خانواده دچار کیاس یا هرج و مرج یا پراکندگی و دهشت اینها میشه. این ما صحبت کردیم. و رمز و راز دیگر خوشبختی خانوادگی مسئله تفکر و اندیشیدن بود. شما میدانیم که تفاوت انسان که اشرف مخلوقات هست و لقد کرمنا بنی آدم، چرا انسان کرامت داره و چرا ارج و منزلت خاص نسبت به سایر مخلوقات عالم و هستی داره، به خاطر تفکرش است، به خاطر منطقش است، نطقش است، بیانش است، طرز اندیشیدنش است. ایرام صحبت کردیم. رمز و راز خوشبختی دیگر کنترل زبان بود. زبان انسان همیشه باید کوشش کنیم در کنترل انسان باشه و در واقع انمی زبان انسان است که شناسنامه انسان هسته. انسان معرفی میکنه به جامعه، به خانواده، به بین افراد. و رمز دیگر خوشبختی عبارت از رازداری و رازنگهداری بود که رازداری و رازنگهداری اصل اساسی شخصیت و مقام انسانی است. پس هر انسان در هر سطح و سویی که هست باید کوشش کنه که رازدار و نازدار هم دیگر باشه، خصوصا زن و شوهرها. و اما موضوع مورد بحث امروز برنامه اخلاق در خانواده که برنامه 124 هست، داشتن اعتقاد سالم و درست در خانواده است. یکی دیگر از رموزات خوشبختی خانوادگی مسئله اعتقاد درست است، اعتقاد سالم است، اعتقاد به خداوند است. شما می دانید که زندگی ها، خصوصا زندگی های امروزه، به اصطلاح اینجا life is full of setbacks، زندگی ها پر از تنش و فشار است، پر از رنج است، پر از استرس و نگرانی و پریشانی ها هسته. اصلا زندگی ها به همین شکل عجین شده. و در جلسات قبل ما عرض کردیم که انسان کاده و زحمت کش باید باشه، یعنی مبارز باشه. از اگر زندگی راحت می بود با گریه آغاز نمی شود. طفل که تازه متولد میشه، اولین چیزی که از او میشنویم شما گریه است،
با یک ندا هست، یک صوت هست که از همونجا شروع میشه مبارزه و ناراحتی و اینها. ما دوستان عزیز در دنیایی که زندگی میکنیم، در این دنیای مادی، در این دنیای پر زرق و برق و این گهواره تمدنی که ما قدم گذاشتیم و به این عصر تکنولوژی و انفجار علوم و این عصر فضایی که ما قرار داریم، میبینیم نهایت مشکلات و چالش ها و سردرگمی ها و ناراحتی های وجود داره، از نواحی مختلف، از بخش های مختلف، از عرصه های مختلف زندگی، تنش ها و فشار ها سرازیره برای انسان. و انسان جز این که مبارزه بکنه، یک مشکل شما مبارزه میکنیم حل میشه، مشکل دیگه بروز میکنه. آسودگی هایی که داشتیم، آسودگی ها همه رخت سفر بربسته. و امروز اگر طفل است، اگر میان سال است، اگر نوجوان است، اگر پیر است، هر کدام به شکل از اشکال دچار تنش است، با خود درگیر است. اصلا یک تنش درونی، یک تضاد درونی در وجود او هست، با وجود تمام امکانات، با وجود تمام آسایش هایی که برای ما و شما اکثرا مساعد هست، ولی میبینیم که آرامش اصلا وجود نداره. آرامش رخت سفر بربسته. همه ما سرگردان هستیم و به دنبال گمشده خود روان هستیم. اون گمشده ما عاطفه است، مهربانی است، یک رنگی صداقت است، عدالت است که اصلا وجود نداره. اینا همه رخت سفر بربسته. از طرفی ما انسان‌های ناطق هستیم، ما انسان‌های اشرف مخلوقات هستیم. خب به اصطلاح سرگشته و پریشان همه عمر دویدیم، آخر به همان نقطه رسیدیم که بودیم. سرگردان هستیم، پریشانیم، جد و جهد داریم، کوشش میکنیم، تقلا میکنیم، حق و ناحق میکنیم، بی عدالتی میکنیم، بی انصافی میکنیم. اما همه ما موقت بودن خود روی از کره زمین میفهمیم، میدانیم که همه ما موقت هستیم. حتی اوریج عمر ما 70 بیشتر نیست. گیریم 100 سال باشه، گیریم 500 سال باشه، 500 سال هم که باشه بالاخره فناپذیری است. پس همه ما میدانیم که بودن ما، وجود ما، هستی ما در این کره زمین ترانزیت هسته. درست مثل از اینکه شما مسافرت میکنین از یک کشور به کشور دیگه تا که به مقصد برسیم، و وسط را ترانزیت چند ساعت داشته باشیم، زندگی های ما آنچنانی است. ما به یک مرحله ترانزیتی و گذرا در این کره زمین هستیم. همه ما موقت بودن خود میدانیم، همه ما میدانیم که عمر جاویدان نداریم. ما همه میدانیم توانایی و پتانسیال خود میدانیم که از برگ گل نازکتر و از سنگ سختتر. ما میدانیم که تومه حوادث خواهیم شد. ما میدانیم که حوادث غیبی همیشه در کمین هست، هیچگاه ما را اخطار نمیده، هیچگاه ما را خبر نمیکنه، اما در کمین زندگی های ما هست. و مرگ و میر، همه ما میدانیم که مرگ و میر هست، یک فکت است، یک حقیقت است. چی طفل نوزاد باشه، چی در رحم باشه، چی نوجوان باشه، جوان باشه، پیر باشه، مرگ هست. و هیچ وقت حد و حدودی مشخص نیست طفل چند سال بعد عمر کنه، آیا همیشه زنده است یا نه. یک آدم مثلا اوریج عمر چقدر خواهد بود؟ حدس و گمان هست. حوادثی که در کمینه، اگر انسان آرام بگذاره نرمال زندگی بکنه، نهایتش 80-90-100 سال خواهد بود. به هر صورت، پس هر کسی را که ما در این دنیای متلاطم و پرغوغا، این دنیای پر زرق و برق ملاحظه میکنیم، دچار یک نوع تنش و فشار و یک سردرگمی هست. خب ما در این اوج تمدن به دنبال گمشده خود روان هستیم و او را با مشکل میتونیم پیدا کنیم. او گمشده ما عاطفه است، صداقت است، یک رنگی است، عشق است، محبت است، عدالت است که اصلا وجود نداره.
در این دنیایی که ما زندگی میکنین، شما همه فلسفه دنیوی رو میفهمیم که هیچ کس در این دنیا از ما انسان ها به آرزوی کامل خود نرسیده و خیلی هم بوید خواهد بود که برسه. با قول شاعر که میگه هر کس که بینی آرزو در خاک برد، ای خاک تو دیگر چی آرزو داری؟ همه آرزوهای ما بالاخره فناپذیری هست، به داخل خاک دفن و گور خواهد بود. ما خیلی ها با همه شرایطی که وجود داره با ما در دسترس با هسته، در از همه امکانات برخوردار هستیم، بسیاری مواقع از سرنوشت خود شکایت میکنیم. این سر شکایت از سرنوشت از در واقع ما از کوچکی روح خود ما شکایت داریم، اما هست چاره ای نیست. خیلی از کسایی هستند که در این دنیای پرتلاطم و پرتنش و پرفشار هر روز با پوشش تازه عرض اندام می کنند، هر روز با لباس فاخر و شایسته و بایسته و با محاسن آراسته و با ظاهر زیبا ولی اغوا کننده و فریبنده در جامعه ما عرض اندام می کنند، اما عملشان چیز دیگری هست. همیشه یک فکت فلسفی است که ظاهر انسان معرف باطن انسان نیست. فلهذا این قبیل اشخاصی که هر روز به پوشش تازه عرض اندام می کنند، اینها در عمق قضیه اگه شما داخل بشیم در نهایت سفلگی و حقارت درونی به سر می برند. به قول شاعر صورت زیبای ظاهر هیچ نیست، ای مصور سیرت زیبا بیار. و وقتی که ما صحبت از دین و دیانت میکنیم، در واقع دین و دینداری عقیده و عمل است. عقیده یک چیز است، عمل چیز دیگری است. به هر صورت حضرت حافظ نصار الغیب که خداوند رویش شاد داشته باشه، چی زیبا فرموده در رابطه با این قبیل اشخاص. چرا حضرت حافظ شیرازی حافظ میگن؟ به خاطر که حافظ قرآن عظیم الشان بود. ولی این که حافظ قرآن حافظ دین بود، ببینیم در رابطه با این قبیل اشخاص چیک مقبول یک بیتی گفته. میفرماید خرق پوشی من از غایت دینداری نیست، اینکه من هر روز با پوشش تازه به جامعه عرض اندام میکنم تحت عنوان دین و دیانت مردم میفریبم، کاسبی و بزنس دارم. حضرت حافظ این چیزها رو با وقت و زمانش درک کرده و گفته، و همه اون کسایی که ظاهرا آراسته به دین و دیانت بودند، همه اینها یا میفهمیدند یا نمیفهمیدند، یا در گرو نفس خود، نفس اماره خود قرار داشتند که حافظ میفرماید خرقه پوشی من از غایت دینداری نیست، پرده بر صد عیب نهان میپوشم. این پرده پوشی و ظاهر عبا و قبا و ظاهر محجب و حجابی و با این محاسن خوب و با این لباس فاخر و آنچنانی، اینها نمیتونه نمایانگر دین شما باشه، نمایانگر اصالت دینی ما باشه. خرقه پوشی من از غایت دینداری نیست، اینها نمیتونه ملاک بر دینداری باشه. پرده بر صد عیب نهان میپوشم. این پرده پوشی به خاطر پوشانیدن عیوب هست،
ظاهر فریبی است، بزنس است که در گروه سیاست های خبیث قرار گرفتند و از اسلام عزیز سوء استفاده می کنند. اینها همه دوستان عزیز وام گرفته از عدم اعتقاد درست است. اعتقاد درست و کلی که بعدها به شما توضیح میدم او یک چیز دیگه است. تمام این ندانم کاری هایی که اجرا میشه و این سوء استفاده جوی هایی که بل تحت لباس فاخر اسلامی انجام میشه، اینها دوستان عزیز بیخبری از معارف قرآن است، بیخبری از معارف دینی است، دوری از خداوند بزرگ است. ما همه چیز رو میبینیم داریم امروز، اما یک چیز رو نداریم که او به هیچ قیمتی به دست آمده نمیتونه. عاطفه است، عشق است، صمیمیت است، صداقت است که اصلا خرید فروش نمیشه، به هیچ بهایی نمیتونه شما رو به دست بیاریم الا تقوا. وقتی صحبت از اعتقاد و دین داری میشه در این برنامه که یکی از رمز و رازهای خوشبختی خانوادگی اعتقاد درست است، صرف اعتقاد اسلامی نیست، هر کس با تمام ادیان آسمانی که قرار داره باید صادق و راستگار و وفادار به دین خود باشه، یعنی از دین سوء استفاده نکنه. اینا ادیان سماوی، هیچ دینی برای شما توصیه نکرده که دزدی خوب است، دروغگویی خوب است، خیانت پسندیده است. هیچ دینی اصلا ایگپار نمیگه. و قرآن عظیم الشان که شارگ اعتقادی ما مسلمان ها هست، ما صریحا آیه مبارکه داریم که ولقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر. قرآن از لحاظ پند پذیری و سهولت و آسانی و درک مفاهیم یکی از بهترین کتب آسمانی و کتب اخلاقی است. برای تأدیب و برای اخلاقی ساختن انسان ها و بشر بهترین کتاب هست که هادی بشر هست. خب پس چرا ما آنچنانی هستیم؟ دلیل اینه که ما از مبدع دور قرار داریم. اگر یک مبدع نور، مثلا که می فعلا ما پشت کامره تلویزیون قرار دارم، این مبدع است که من با شما قرار دارم و شما با وضاحت منو ملاحظه میکنین و میبینین، این مبدع است که با واضح شما صحبت ها و کلام و گفتار و بیان مرا میشنویم و خود مرا تصویر مرا میبینیم. اگر از این مبدع دور شم، در واقع به تاریکی نزدیک میشم. دین مقدس اسلام هم همینطور. هر چقدر که ما از دین فاصله بگیریم، از مبدع دور بشیم، در واقع به تاریکی، به ظلمت و به جهالت سوق میخوره. عکس از اون، اگر ما از تاریکی خواسته باشیم که منبع تاریکی باشه، مبدع تاریکی باشه، کمی فاصله بگیریم، خب طبعا از تاریکی فاصله میگیریم به طرف مبدع نور میره. یعنی کسایی که سطح دانش و سواد و فهم و درک و علمیت و معنویت اینا پایین باشه، اینا از مبدع تاریکی کوشش کنن دور بشن به مبدع نور. و وقتی قرآن نور هست، از مبدع نور نباید انسان دور بشه، مبدع دینی نباید از منبع دینی انسان دور بشه. هرچه که دور میشه، سرنوشت انسان به مو سردرگومی و برای افسردگی و به ناراحتی و اصلا به حالت استراب و دلهورگی به سر میباره. انسان از این که دین نداشته باشه، خوب است که دیندار باشه، به خاطر که دین برای انسان مسئولیت میده، دین برای انسان تعهدات میده، دین برای انسان یک نوع تکلیف تعیین میکنه، یک نوع تکلیف برای نظام شخصیتی انسان هسته و دیگه برای تسکین روحی هر انسان دین لازم است. کسایی که دین ندارن بی تفاوت در برابر قضایا و مسائل هستند، همه چیز بی تفاوت است، دنیایشان به دنیای بی تفاوتی. اما اگر دین و مذهب انسان داشته باشه، به او دین تعهداتی داره، مطابق به او تعهدات عمل میکنه، یک نوع ترس است، ترس
به معنای این نیست که انسان از خدا بترسه، از قرآن بترسه. ترس به معنای حقیقت است که این یک حقیقت وجود داره. قرآن عظیمشان میفرماید و قل الحق من ربهم فمن شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر. و قل الحق من ربهم، حق یک چیز است، دو چیز شده نمیتونه. پس و قل الحق من ربهم، اگر ما اعتراف کنیم که یک حق وجود داره، یک فکت وجود داره، فرق نمیکنه. و من شاء فمن شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر، آیا مؤمن باشی، مسلمان باشی و یا کافر باشی، اما پیرو و حق باشی، بدان که حق یک چیز است. یا آیه قرآن عظیم شان است و قل الحق من ربهم، حق از آن پروردگار است. فمن شاء ولیؤمن و من شاء فلیکفر. حالا چی مؤمن باشی، مسلمان باشی، دیندار باشی، چی نباشی، حق یکه. هر کسی که دین نداره، کیش و آیین نداره، هر بشری میفهمه که مرگ حق است. یعنی هیچ کس نمیتونه انکار کنه که مرگ وجود نداره و هیچ کس نمیتونه انکار کنه که حیات وجود نداره. حیات و ممات متمم و مکمل همدیگر هستند، هر دو جزء اجزای همدیگر هستند. خب اون چیز که حیات داره ممات داره. به هر صورت پس این دوری و مفارقت از خداوند که انسان با حالتهای افسردگی میکشانه، دلهورگی میکشانه، با خود در تضاد، در جنگ با درون با خود گلاویز هسته و خیلی کسا مثلا همه امکانات زندگی برشان هست اما از گذشته حسرت میخورن، در حالی که فعلا تمام امکانات و رهایشی زندگی را دارن از گذشته حسرت میخورن، اما ایر نمیفهمن که حسرت از گذشته عذاب است، عذاب. و یا اینه که به آینده، در قسمت آینده نگران هستند. اندوه نیامده نخور. چرا به آینده که هنوز هیچ وجود نداره، هنوز هیچ، یک ساعت بعد خود آدم نمیفهمه چی میشه، خب اندوه نیامده نباید انسان او رو زیاد مسترب و نگران و پریشان آینده خود باشه. فلحاظا این که حکام اسلامی و بلاد اسلامی بد عمل میکنند، رفتار و کردار و منششان خلاف دساتیر قرآن عظیم و شان هست، نصوص قرآن عظیم و شان هست، به معنای از این نیست که دین اسلام علیه سب الله خدشدار هست. دین اسلام دین مکمل هست، دین مقدس هست و ای که بلاد اسلامی و حکام اسلامی و کسایی که در قلمرو تیوکراسی یا دولت های اسلامی قرار دارن و اینا بد عمل میکنن، اینها هیچ ربط به اسلام نداره. چون اگر ما وقتی این اعمال از اینا به قرآن عظیمشان تطبیق کنن هیچ سر نمیخوره، که بلکه تناقض داره. پس ببینیم یک تعداد زیاده که دارای همچو خصال و ممیزاتی هستن، همچو رفتار سودجویانه هستن، اینها فقط به توسن جهل و نادانی سوار هستند. و شما میفهمید که شب تاریکه، اما از شب تاریک تر جهل است، نادانی است، و جهل و نادانی است که حتی فقر را به بار میاره. خب و این متاسفانه دین ملعبه دست این و آن قرار گرفته، مورد بزنس یک تعداد استفاده جویها قرار گرفته، ملعبه سیاست های پوچ و واهی قرار گرفته. به قول حضرت علامه اقبال لاهوری که چقدر زیبا گفته، ببینیم از بس که این مردم عرض اندام کردن
به لباس دین تظاهر کردند و به دین خیانت کردند، به قرآن خیانت کردند، احادیث ساختگی ساختند و همه منصوب به رهبر عظیم الشان اسلام پیغمبر گرامی اسلام ایره منصوب می سازند. این احادیث ساختگی جز اهانت، جز توهین، جز خیانت به اسلام اینا کار دیگه نکردن. حضرت علامه اقبال لاهوری با دید و بازدید همچون مسائل چنین زیبا گفته که زما بر صوفی و ملا سلامه که پیغام خدا خواند ما را، ولی تفسیرشان در حیرت انداخت خدا و جبرئیل و مصطفی را. ایره کی گفته؟ علامه دهر، علامه اقبال لاهوری. پس همچون انسان هایی که با لباس فاخر آراسته و با دام تزویر از اسلام سوء استفاده می کنن، او را ملعبه سیاست قرار می دن، حضرت علامه اقبال لاهوری در همو عصر زمانش گفته، حضرت حافظ که خدمت شما عرض کردم در عصر زمانش گفته که این خرقه پوشی به خاطر زهد و تقوا نیست، حضرت حافظ گفته، به خاطر این خرقه پوشی به خاطر پوشیدن عیبها هسته که مردم رو بتونن فریب بدن، عوام فریب بدن. و حالا حضرت علامه اقبال لاهوری هم میگه که زما بر صوفی ملا سلامه که پیغام خدا خواند ما رو، ولی تفسیرشان در حیرت انداخت خدا و جبرئیل و مصطفی رو. یعنی نه خدا این مسائل رو گفته، نه حضرت جبرئیل علیه السلام خبر داده به پیغمبر اکرم صلی الله علیه وسلم، و نم حضرت مصطفی علیه السلام از اینا آگاهی داره. این همینه که احادیث پوشالی ساختگیر منسوب می سازن به پیغمبر عظیم الشان گرامی ما. خب به هر صورت در جای دیگه همین علامه اقبال لاهوری فرموده که مواظب دین خود باشیم. دین درسته که خود قرآن عظیم الشان لوح محفوظ خود حفظ میکنه، نگهداری میکنه، اما شما برای حفظ و بقای شخصیت و انسانیت خود دین رو باید نگه داریم. و اون چیه؟ میفرماید دینت را در پی آرایشن، در پی آرایش و پیرایشن، بس که ببستن برو برگساز، گر تو ببینی نشناسیش باز. خب جای دیگه حضرت حافظ میفرماید واعظ شهر بس که از پند خودم آزارم داد، واعظ شهر بس که از پند خود آزارم داد، من از مسجد و مدرسه و ملا همه بیزار شدم. به خاطر چی؟ به خاطر انمی ریاکاری از اینا هسته، به خاطر انمو ظاهر فریبی از اینا هسته که از دین مقدس اسلام به عنوان یک وسیله بزنسی سو استفاده میکنن. چون سطح فرهنگ مردم پایین هست، اینا مردم میترسانن، دین ترس نداره، اینا میترسانن و مردم سطح سواد و آگاهیشان پایین است، قبول میکنن هرچه که ملا صاحب گفت. انمی میگه که انمی این نماینده قرآن است، نماینده خدا علیه سبحان الله است. نه، اینا باید تقویش ملاک باشه، عملش ملاک باشه، و خود ما و شما من حیث مسلمان باید ما چه کنین در حد مسئولیت خود باید قرآن ما بفهمیم، بخونیم و هم با هم نشینان و همگردان ناباب باید ما دست و پا نزنیم، از اونها دوری بکنیم. و الا خورشید بر همه جا میتابه. این بستگی به من و شما داره که چی مقداری از این نور خورشید استفاده میکنیم. خیلی کسا هستن از سرعت تکنولوژی و اینها استفاده های شایانه میکنن، حتی تولید برق میکنن، برای فرمای زراعتی استفاده میکنن، او رو ذخیره میکنن. خب به هر صورت، ولی ما یک به عنوان مثال خورشید به همه میتابه، دین مقدس اسلام تابندگیش به همه مؤمنین و مسلمین هسته. بستگی به ما داره که چقدر از این ما استفاده میکنیم. ما وقتی که قرآن عظیم و شانه ما که شارق اعتقادی ما مسلمان ها هسته، ما میخوانیم، اکثر ما مسلمان ها مسلمان زاده هستیم یا قصه مسلمان هستیم، نسل به نسل، پشت در پشت، 14 قرن و خورده ما همینطور مسلمان گفته آمدیم. قرآن عظیم الشان به هر خانه که نگاه کنیم قرآن هسته، اما کدام یکی از ما،
خب البته اکثریت منظور ما است. قرآن شریف خواندیم، حتی روحانی را اکثر بلد نیستیم، مسلمان هم هستیم. بعد که روحانی را میخونین معنا و مفهوم بلد نیستیم، بعد معنا و مفهومی را که بلد شدیم در قسمت عمل تعلل میکنیم، عمل ما هیچ مصداق نداره به اون چیزی که از قرآن ما میخونیم. و خود قرآن معنایش که خدمت شما عرض کنم، معنای قرآن کلمی عربی هسته به معنای قرعه. قرعه سه معنا داره، یعنی قرعه قرائت خواندن معنا میده، خواندن یک معنایش، معنی دومش فهمیدن است، معنی سومش عمل کردن است. زمانی که قرآن میگیم به معنای خواندن، فهمیدن و عمل کردن، این معنی قرآن است. کدام یک ما با ای عمل میکنه؟ خب قرآن امروز ما او را مقدس نگاه کردین، او را چند پوش میکنین، او را ماچش میکنین، بوسه میزنین، او را به ایس دکور به شلف بالای اتاق خود قرار میدین، یا به صفره های عقد نکاح قرآن را تزیین میکنین، و یا برای سقف موترها به شکل تزیینی از سقف موتر قرآن عظیم و شان آویزان میکنین که انمی نگهدار ما است، انمی نجات دهنده ما است، توکل ما به این قرآن است. درست است، باید فهمی هم در پلوزی باشه. و یا قرآن را همیشه گوش مرده ها را نوازش میدیم، در ختمای قرآن خواندیم، کار خوب است، کار خوب است، از جمله شاعر دینی و مذهبی ما است. چی بهتر یک ختم قرآن عظیم الشان، 30 پاره قرآن عظیم الشان خوانده میشه، قرائت میشه. اما بعد از ختم 30 پاره قرآن، از هر یک پرسان کنیم که از این 30 پاره که 2 ساعت، 2 نیم ساعت، 3 ساعت کمتر بیشتر برای مراسم ختم قرآن اختصاص داده شده، کدام یک شما یک آیه مبارکر با معنا، با مفهوم، با تمام خصوصیاتش شما فهمیدین؟ فکر نکنم از 200-300 نفر که در مساجد باشه و همه خواندن، 4 نفر از اینا، 5 نفر از اینا پیدا باشه که من یک آیه رو من امروز یاد گرفتم. آیا بهتر نیست که یک آیه، 2 آیه مبارکه قرائت بشه، تحلیل شه، تفسیر شه، شأن نزولش گفته شه و بعد به زندگی های امروزی تطبیق بشه، به اخلاقیات انسانی تطبیق بشه، به درگیری ها، مشکلات و ناآرامی های زندگی انسانی تطبیق بشه؟ به خاطر قرآن عظیم الشان می فرماید ولقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر. بهترین پند پذیر برای انسان ها هست و هادی بشر هسته. ما کی این کار کردیم؟ ما اگر دعا میکنیم دست به دعا بالا میبریم. ما هرچی داریم در دین مقدس اسلام از دعا هست، خود قرآن دعا هست، نمازها دعا هست، تمام اماکن مقدسه دست که به دعا بالا ببریم، هر چی داریم ما از دعا هسته. ما در هر امر از امور برای افتتاحش، برای ختمش ما متوسل به دعا میشیم. پس اسلام همه دعا هسته، قرآن همه دعا هسته، نماز همه دعا هسته. ما همیشه دعا میکنیم. مثلا در دعاها مولوی های ما، اون مفسرین ما و علمای دین ما به سری وقتا در حالی که کمیونیتی و جامعه ما همه فارسی زبان هستند، به زبان عربی هرچی که اللهم اینا ردیف میکنم، اللهم و اللهم و اللهم و اللهم. اما چی بهتر که بگیم پروردگارا عواقب جمیع امور ما را ختم به خیر بفرما. هر چی که اللهم بگیم از این جمله بیرون بوده نمیدانه. پروردگارا عواقب جمعی امور ما را ختم به خیر بفرمان. هر اللهم و هر دعایی که باشه به این جمله مزمر هسته. 20 اللهم رو ما میگیم، 20 آیت از این مشان قرآن رو ما قرائت میکنین، چی بهتر که 3 جمله دعا کنین به زبان خود مردم خود که از قلب خارج شه به قلب بشینه. و همین آمینی که میگن از قلب آمین بگوین، باعث تا
تراوش و تازگی، باعث تراوت و تازگی روح و قلب خود انسان شه، چون قرآن عظیمشان برای تزئین قلب است. به هر صورت ما در قرآن عظیمشان به چندین جای قرآن عظیمشان ذکر شده که اکثرهم لا یتفکرون، اکثرهم لا تعقلون. اکثر ما نه تفکر درست میکنیم، نه تعقل درست میکنیم، نه فکر میکنیم سر مسائل. این آیه قرآن عظیمشانه و چندین جا ذکر شده. خب وقتی که شده، پس ببینیم پند و اندرز و نصیحت کسایی که متصدی همچو امور هستند، کسایی که عالم هستند، دانشمند هستند، جا رسیده هستند، تحصیلات عالی دارند، مبتنی بر معنویات هستند، اینها اگر پند و اندرز میدن، به استناد قرآن پند و اندرز میدن، توصیه میکنن، ارشاد میکنن. پند و اندرز دادن برای من و شما به معنای تغییر کردن نیست که شما را کسی نصیحت کنه، در واقع شما ایت تصور کنین که ما را تغییر کرده. نه، کسی که شما را نصیحت بکنه، کسی که پند و اندرزهای نیک میده، چیزهای خوب به شما ارائه میده، در واقع او به شما بها قائل است، او به شما ارزش قائله، او میخواهد که شما یک انسان خوب باشین، او میخواهد که شما یک شخصیت خوبی به جامعه باشیم، یک شخصیت الگو و نمونه باشیم. ارشادات واسعه را جزء خصوصیات و خصال و ممیزات شخصیتی خود کنید و پوینت های منفی را از خود دور کنید. این پند و اندرز و موعظه هسته، تغییر معنا نمیده. هر کس در هر سطح و سویی که باشه، در هر درجه از علم و مقام که باشه، باز هم به پند و اندرز و نصیحت ضرورت داره. هر کس که باشه، نسبی هست، بعضی کمتر بعضی بیشتر. اینا چرا قرآن عظیمشان دستور داده و شورا امرهم بینهم، بین خود بشینین مشورت کنین در رابطه با امور، راه حل پیدا کنین. به خاطر که از یک فکر دو فکر، از دو فکر چند فکر بهتر است، میتونین نتیجه گیری کنین، راه خوبتر پیدا کنین. من is not perfect، انسان مکمل نیسته. To err is human، انسان از سوء خطا خالی نیست. پس فلاحظا این ویژگی های انسانیسته. ما اگر کسی ما را پند میده، اندرز میده، نصیحت میده، چی در رابطه با خانواده، چی در رابطه با دین، چی در رابطه با اخلاقیات و اینها، اینها تغییر شخص نیست، اینها بها دادن شخص هسته، اینها شخصیت انسان را بالا میبرن. به شما بها قائل هست انسان که شما به یک از یک حالت به حالت دیگه تحول مثبت داشته باشید. بر صورت به قول مولانا باز می فرماد، گر تو بیدارم نسازی من تا ابد خفتم. و این بیدار سازی انمی پند و اندرز و نصیحت است. پس خانواده های عزیز، خیلی ها ما به این محیط ها تجربه داریم، خیلی ها دقیق ما می دانیم که بسیاری از خانواده های هستند که خوب فرهنگی هستند، خوب شاعر، نویسنده، عالم، دانشمند، با تبحر، با مهارت، یک اولاد دارن، یک فرزند دارن، او فرزندشان معتاده، بی جانشینه، خلافکاره، فرهنگیست، اما یک فرزند داره و او فرزند منحرف، معتاد، مبتنی به غیر اخلاقیات. اما خیلی کسایی داریم غیر فرهنگیستن، خانواده‌ای هست غیر فرهنگی، چندین تا فرزند دارن، اما هر فرزند از اینا در واقع افتخار است و فخر است برایشان. پس ببینیم که باید اعتراف بکنیم که ما دیروز اشتباه کردیم. یک سری مسائل هست، یک سری کارها و عملکردهای ما در دیروز اشتباه بوده، اما اگر امروز درک کردیم که عمل دیروز ما اشتباه بوده، در واقع ما امروز هوشیار شدیم، امروز فهمیده شدیم، امروز به شخصیت ما افزود شده. فلهذا دین که هست به طور کلی
یک نوع تکلیف است و عقیده و باور دینی. عرض کردم هر یک از ادیان که میخواه باشه، ادیان سماوی هست، همه برای ارشاد است، برای یک نظم امور زندگی هست. و این و دین به مفهوم خود انتظامی است. انسانی که دین داشته باشه خودش در یک نظم خاص زندگی میکنه. دیگه دین یک تکیگاه روحی برای انسان هسته، یک تسکین روحی برای انسان هسته. خوبه که انسان دین داشته باشه نسبت به اینکه دین نداشته باشه. به شهادت تاریخ بشر، بشر همیشه دیانتگرا بوده. از بد و خلقت تا امروز اگر ما بشر به تاریخ مطالعه کنیم، همیشه به یک چیزی بشر پناه برده، خواسته که مثلا در سابق، در قدیم ها تاریخ ببینیم. گرچه مسئله تاریخی برای بخش برنامه جناب آقای استاد پیکار هسته، من نمیخوام تشبس کنم، صلاحیت از زیر ندارم. اما اگر وقتی که شما به تاریخ عمیق شیم، میبینیم بشر از بد و خلقت تا کنون همیشه به یک چیزی متوسل بوده، همیشه یا ستاره رو پرستیده، یا بت پرستیده، یا مثلا گو پرست بوده، درخت و ماه و آفتاب و ابر و باران و غیره و غیره. همیشه بشر یک تمایلات برای پرستش داشته، پس تمایلات به دیانتگرایی داشته. ایر از ولی این دیانتگرایی در اسلام چی وقت شیوع پیدا کرده؟ از زمان رومان امپایر، از زمان امپراتوری روم و دارک ایج و عصر سیاه و تاریک. ای جزء امو کشورهای اسلامی یا تیوکراسی، تیوکراسی با کشورهای اسلامی مروج و راه پیدا کرد. خب ما بسیاری وقتا میشه که کارهای نیک و خوب ما از خود فکر میکنیم، اما همی که کار خراب شد بهانه و یا گناه رو به گردن کس دیگه میندازیم. به قول حضرت بلخی که میفرماید نیکی ز خود شمردن، زشتی ز دست تقدیر، بر دستگاه خلقت این انتقاد تا کی؟ تا چی وقت؟ اگه کار یک عمل انجام میدین ما میفهمیم که ناشیانه است، اگه خوب شد که میگیم از خود ماست، اگر نشد بعد او رو میگیم که تقدیر و قسمت ما بوده. که با قسمت تقدیر و قسمت و اینو هم ما صحبتی خواهیم داشت. من فکر میکنم به پایان برنامه امروز رسیدیم و از خانواده عزیز بخوایم که شاد و موفق و معید باشن و اعتقاد و دیانت خود بیشتر از پیش داشته باشید. تشکر میکنم از هیئت مدیری تلویزیون امید 24 و با شما خداحافظی میکنیم تا برنامه بعدی. خدایا رو نگهدارتون.